بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. عرض تسلیت و تعزیت دارم. شب شهادت سبط نبی اکرم صلوات الله علیه، سبط الاکبر الحسن المجتبى علیه السلام، خدمت برادر بزرگوارشون آقا امام حسین علیه السلام، فرزند بزرگوارشون آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، و شما عاشقان اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، و امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. و همین اول برنامه یک دعای ویژه بکنیم و یک درخواست مهم از خدای تبارک و تعالی بخواهیم، و اون هم اینه که ان شاء الله با دعای خیر آقا امام زمان، لطف آقا امام زمان و مرحمت خدای تبارک و تعالی اجازه بدن، عنایتی بکنن، هر چه زودتر حرم ائمه اطهار مدفون در جنت البقیع به واسطه همت والای شیعیان این مولا، شیعیان پدر بزرگوارشون و عاشقان اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، ان شاء الله ساخته بشه یه بار دیگه و همه و همه بتونیم از نزدیک عرض ارادت خودمون رو مخصوصا یک همچین شبی که شب شهادت اون بزرگوار هست در حرم بقیع بتونیم عزاداری بکنیم. گرچه هر جای انسان عزاداری بکنه انشاءالله مورد رضای خدا و پیامبر و ائمه اطهار واقع بشه و میشه، ولی اون چه که غربت رو همونجا انسان ببینه، از نزدیک دستاش رو در شبکه های ذریح مطهرشون قرار بده، یه حال دیگه ای داره. مثل همین زیارت آقا امام حسین علیه السلام، به فرمایش امام معصوم از هر کجایی که خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه عرض سلام داشته باشی سلامت میرسه، ولی سفارش های مکرری که باز فرمودن شیعه فقیر ما اگر سالی یک تا دو بار به زیارت جد بزرگوارم آقا امام حسین علیه السلام مشرف نشه، در حق ما اهل بیت جفا کرده. لحاظاست که میفرمایند اگر پول نداری قرض کن و برو زیارت جدم، اگر که مطمئن هستی برات مسئله پیش میاد، ولی به خودت این اجازه رو بده. یه مقدار
یک مقدار بدنت در راه امام معصومت، امامی که از همه چیز خودش گذشت تا تو راحت باشی، تا تو بتونی به با آرامش کامل عبادت خدای تبارک و تعالی رو بکنی، تا تو بتوانی از مأذنه ها موقع گفتن اذان بشنوی اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. اینها رو بتونی به راحتی بشنوی، بگذار یه مقدار تنت برای ما اهل بیت بلرزه، هیچ اشکالی نداره. اگر خوفی از بیماری داری مطمئن باش رو به دکترها داری قدم بر میداری. انشاءالله همگی حاجت روا باشید و از نزدیک زائر آقای امام حسین علیه السلام باشید. و این که عرض کردم حرم ائمه بقیع ساخته بشه چیز عجیبی نیست، همت والای شیعیان ثابت کرده، عاشقان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون ثابت کرده. همین محل که الان در تصویر میبینید، حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، این ذریح مبارک گرچه الان به قول معروف به این شکل و قبلها به شکلهای دیگه چندین و چند بار تخریب شد، ولی عشق به اهل بیت، عشق به آقا امام حسین علیه السلام باعث بازسازی و ساخته شدنش گردید. ذریح مطهر ائمه عسکریین در سامرا، فراموش که نکردید در زمان خود ما این اتفاق افتاده و قبل از او باز هم اتفاق افتاده بود، دوبار تخریب کردن و باز شیعیان ساختند. چون اینها نشانه است، اینها علامته، اینها شاید تعبیرم قشنگ نباشه ولی فقط از باب اینکه منظورم رو برسونم، اینها حکم اون فانوس دریایی رو دارن که در موقع تلاطم دریا و در موقع اون طوفان‌ها از دور تلألو خودش رو داره و شیعیان رو به سمت خودشون میکشونه. انشاءالله همه گیمون در ارتباط با دینمون، با مذهبمون ثابت قدم باشیم و بتونیم از شیعیان و موالیان خوب ائمه اطهار و در این زمانه از منتظران واقعی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت جد بزرگوارشون، شهادت جد بزرگوارشون آقا امام حسن مجتبی رو تسلیت میگیم با این عشق که آقا جان ما به شما ارادت داریم، ما شما رو بهتون ایمان داریم، اولیاء خدا هستید، همان گونه که با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام بیعت کردیم ندیده، با شما هم همان بیعت رو داریم، همتون یک نور واحد هستید برای ما. آقا امیرالمؤمنین، آقا امام حسن مجتبی، آقا امام حسین، آقا علی ابن الحسین، آقا محمد ابن علی الباقر، آقا جعفر ابن محمد، آقا موسی ابن جعفر، آقا علی ابن موسی الرضا، آقا محمد ابن علی، آقا عذرخواهی میکنم علی ابن محمد و آقا حسن ابن علی و آقا امام منتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، همتون برای ما
ائمه اطهار هستید، یک نورید و ان شاء الله خدای تبارک و تعالی لطف و رحمت شما بر این قرار بگیره که ما در راه خودمون ثابت قدم باش. حالا با معرفی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، این رو برای خودم تکرار کردم، شما که بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام فرهیخته هستید و خیلی خوب ائمه اطهار رو میشناسید، ولی هر اون چه که بشناسیم باز هم کمه. اگر حقیقتاً با تمام وجودمون میشناختیم خیلی بهتر از اینها در راهشون قدم برمی داشتیم. باز به خودم میگم، کوتاهی میکنم، در راه مذهب حقه اثناعشر قدم کم برمی دارم، زبان کم به قول معروف در کام میچرخانم و صحبت میکنم، اون افرادی که قلم دستشون هست قلم کم مینویسه، باید تحقیق کرد و تحقیق کرد تا منزلتشون رو حد اکثر بشناسیم و انشاءالله به کل این مخلوقات عالم، به این مردمان بشناسونیم و این وظیفه ماست، همونطوری که حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی در بیشتر صحبت‌هاشون و سخنرانی‌هاشون متذکر میشن و میفرماین هر کس به هر میزان با هر وسیله‌ای که میتونه خدمت بکنه در راه اهل بیت و حداقل خدمت به این بزرگواران، شناختن و شناسوندن این بزرگواران به همه مردمان دنیاست. قلب هاتون آماده است خدمت اربابمون؟ بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به گنبدشون، شما هم در هر کجایی که هستید انشاءالله حتی المقدور و به احترام آقا سید الشهدا سلام الله علیه سرپا باشید، عرض سلام و عرض تسلیت و عرض حاجت داشته باشیم و از این امام بخواهیم برای فرج فرزند بزرگوارشون دعا بکنن و این امام رو به حق برادر بزرگوارشون آقا امام حسن مجتبی علیه السلام قسم بدیم در خانه خدا واسطه بشن، تمام بیماران شفا پیدا بکنن، تمام حاجتمندان حاجت روا باشن، تمام افرادی که مشکل دارن مشکلهاشون برطرف و رفع بشه، تمام عاشقان زیارت حرم خودشون، زیارت حرم برادر و فرزندان بزرگوارشون، زیارت حرم جد اطهرشون آقا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، زیارت قبر مخفی مادر رو همه و همه بتونن به راحتی انجام بدن. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی جدک و ابیک، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. آقا جان، مولای من، يا أبا عبد الله، عاشقان شما از جای جای این کره خاکی تماس میگیرن
پیامک میفرستن، ما رو امین خودشون میدونن که ما اول سلام اونها رو به شما برسونیم تحت قبه نورانی شما برای رفع گرفتاری هاشون و حوائجشون انشاءالله برآورده به خیر بشه، دعا بکنید. و بعضن هم توی ویسا میفرستن که آقا جان ما دستمون خالیه، روی هم نداریم، رو بزنیم بتونیم قرض بکنیم بیاییم. خودتون عنایتی بکنید، خودتون تذکره زیارت خودتون رو برای ما هموار بکنید و آسون بکنید. آقا جان، آقا جان، مولا شما رو به حق این شب عزیز، شب شهادت برادر بزرگوارتون، غریب مدینه، غریب در خانه خودش، قسم میدیم در خانه خدا شفیع بشید. دیگه بسه، بی پدری برای شیعیان کافیه، عنایتی بکنید. خدای تبارک و تعالی امر فرج فرزند بزرگوارتون رو امضا بکنه و انشاءالله برای همه مخلوقات با فرجشون فرج حاصل بشه. اللهم آمین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. آجرك الله يا مولاي يا أبا الفضل العباس باستشهاد أخيك الحسن المجتبى عليه السلام. السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتاتون قبول باشه بزرگواران. امیدوارم سلام هایی که الان از طریق این پنجره هایی که تو منازلتون باز شده و به عشق آقا امام حسین بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستید و این سلام ها را از طریق تصاویر خدمت ارباب خوبی ها، خدمت امام قلبها تقدیم کردید، خودتون همانند زائرینی که میبینید در تصاویر از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید و راه برای همگان هموار بشه. و الحمدلله رب العالمین تا این لحظه که کشور عراق هم تمهیداتی رو پیش بینی کرده، تعاملش نسبتاً خیلی خوب، مرزهاش رو باز کرده و زائران آقا امام حسین علیه السلام هم از مرزهای هوایی هم از مرزهای زمینی
میتونن مشرف بشن انشاءالله. نصیب و قسمت شما هم بشه مثل عزیزان دلی که قبل از برنامه خدمتشون بودیم، لطف کردن اومدن به این دفتر خیابان امام علی بین الحرمین، گفتن آقا شب گذشته نه شب قبلش های برنامه گریه کردیم، شب جمعه گریه کردیم، خواستیم از آقا سید الشهدا، نماز صبحمون رو خوندیم و الحمدلله راه افتادیم و دیروز ظهر زائر آقا امام حسین علیه السلام بود. همت بکنید، یاری بکنید، خودتون رو یاری بکنید، آقا امام زمانتون رو با حضورتون در این سیل میلیونی زائر آقا سید الشهدا سلام الله علیه. گرچه شاید یک نفر حضورش یا عدم حضورش تأثیری نداشته باشه، ولی از باب این که گیرش بیاد اون فضیلت زیارت رو باید رفت مطالعه کرد و تحقیق کرد و دید ائمه اطهار در ارتباط با فضیلت زیارت جد بزرگوارشون کلام بی بی فاطمه زهرا، کلام جد بزرگوارشون آقا پیامبر اکرم، آقا امیر المؤمنین پدر بزرگوارشون علیهم صلوات الله و صلوات المصلین چی گفتن در ارتباط با زیارت آقا سید الشهدا. انشاءالله همگی مشرف بشید. در تصویر میبینید خیابان قبله امام حسین علیه السلام جمعیت هست که مشرف میشن برای زیارت آقا سید الشهدا و واقعا ممنون خدا هستیم، تشکر میکنیم از مولامون آقا سید الشهدا سلام الله علیه که این افتخار رو نصیب مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام کرده با 6 شبکه به صورت زنده و مستقیم مشایه 40 رو از ساعت استایی میکنم 5 صبح بعد از اذان صبح کربلا تا پاسی از شب گذشته خدمت شیعیانشون در جای جای این کره خاکی تصاویرش رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنن که اونها هم خودشون رو در بین مشایه ها حس بکنن. این کلام هم باز به اقرار خودتونه که آقا وقتی که ما تصاویر مشایه رو میبینیم حس میکنیم با این عزیزان داریم نزدیک میشیم به حرم آقا امام حسین، هر قدمی که مشایه برمیداره با اینکه ما نشستیم پای تلویزیون میگیم لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، لبیک یا زهرا. این چیزی است که شما عزیزان بیننده از طریق همین شماره برای ما ارسال میکنید و توی پیام هاتون هست و میفرمایید دعا بکنید ما هم قسمتمون بشه همراه با زائرین آقا سید الشهدا مشرف بشیم. انشاءالله نصیب و روزی همه شما عزیزان بشه. 2-0-964-771-61-67-100 پل ارتباطی شما با برنامه، برنامه که چه عرض کنم، با حرم مطهر آقا سید الشهدا، با کربلای آقا سید الشهدا هست که شما صدای خودتون رو به کربلا برسونید و خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام، عرض تسلیت و عرض حاجت داشته باشید. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام آقای امیر خلف زاده.
برادر بزرگوارم و علیکم السلام. عزاداری ها طاعاتتون قبول باشه، بفرمایید زیارت. سلام علیکم، من مسیحا حاجی پور هستم، از کرج تماس میگیرم. به کربلا خوش اومدید. بزرگواری بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید. من دیگه امشب سفارش نکردم، گفتم شاید هر شب و هر صبح گفتنش لطفی نداشته باشه. عنایت داشته باشید، حتما موقعی که تماستون وصل میشه صدای گیرندتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با ما همراه باشید. بفرمایید برادر عزیزم، جناب آقای مسیحا، خدمت آقا سید و شهدا زیارت کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابا الفضل عباس، السلام علیک یا ابا الفضل عباس، یا باب الحوائج ابا الفضل و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حضرت رقیه، یا امیر المؤمنین. آیه میر خلف زده، ما التماس دعا داریم، یه حاجت داریم، ما را هم دعا کن رفتی حرم. یا الله، حتما انشاءالله توفیق زیارت پیدا میکنم بعد از برنامه در زیر قبه نورانی آقا سید و شهدا سلام الله علیه. به نیابت از همه شما عزیزان هم دعای فرج میخونم، هم زیارت عاشورا میخونم و هم انشاءالله نماز زیارت رو میخونم، با این نیت که تمامی بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، مخصوصا اون حامیانی که این شبکه رو ساپورت میکنن، همت میکنن و ما این توفیق رو داریم، چون به من فرمودن که عرض بکنم تنها سعی و تلاشش خود عزیزان کارمند شبکه نیست، حمایت مالی مردم و شیعیان مولا از کل دنیا هست که ما توفیق این رو داریم از طریق 6 تا شبکه این زیارت ها رو تقدیم منازل شمای حسینیان بکنیم. انشاءالله دعاگو و ناهب و زیاره خواهم بود به شرط حیات. ممنونیم از تماستون یا علی مدد. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. خواهر بزرگوارم. قبول حق باشه اعمال شما، به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. سلامت باشی ایام آقا امام حسن مشتبه را، شهادت شد تسلیت به شما و آقا امام حسین علی مرتضی خاتمی زهرا می کنم در تمام شیعان جهاد. سلام الله علیه، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امین المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمت سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا اسار الله و ابن اسار، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علی الحسین، علی علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین، السلام علیکم قمر مای بنی هاشم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا بیبی زینب کبرا، السلام علیکم یا بیبی رقیه، السلام علیکم یا علی از لجان، السلام علیکم علی اکبر جان، السلام علیکم خدا وقت آقا امام حسن مشتبه فرج آقا امام زمان ما رزورش سلامتیش نزدیک بسازی الهی آمین. خدای امانم تار بینی آقا امام حسین، تار بینی حسین مانم طلب کو و زیارتت الهی آمین. تسکیه امان خودت امزا کو و خدا مشکلات مومنین و مومنات مسلمین و اسلام جمله آل اسلام برآورده و خیر بسازی. این مشکل که از ماست خدایا جمله جوانان و فنا اسمت خود نگاه کنی و آتیان منو
خدای شرمنده و روسیان کنده دنیا زیارت آخرت شفاعت شبر من بسازی یا الله. اللهم عجل ولی کالفرج، اللهم عجل لولی کالفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و از نزدیک همراه با خانواده صحیح و سالم زائر امام حسین علیه السلام باشید. یا علی مدد، صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای مفلح داده، عرض ادب و احترام دارم خدمتون. خواهش میکنم. و علیکم السلام. بله باشین، من فرشته هستم، فرشته منقلداد از قرطک ورامی. به کربلا خوش اومدید. زنده باشین، بزرگواری، خیلی ممنون. میخوام عرض ادب کنم به آقام امام حسین و آقام ابوالفضل العباس و به نیابت از همه مریضا و همه اموات. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت فنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، فلا جعله الله لآخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقای میرخلف زاده، انشاءالله با امید حق من خودم دو روز دیگه میخوام بیام زیارت آقام. یا الله یا الله، انشاءالله انشاءالله. خواستم که با امید خدا شما نایب زیارت طرف من حقیر باشین، تو واقعا امشب خیلی التماس دعا داشتن، مریض داشتن و من امشب بعد از 5 روز موفق شدم به این برنامه متصل بشم و از شما میخوام به عنوان بزرگ ما، به عنوان کسایی که اونجا هستین، نایب زیارت ماها باشید و تمام مریضامون رو اونجا یاد کنید و به نیت همه امواتمون یه فاتحه برای همه بفرستید و برای سلامتی همه زائرای امام حسین که روزی هر سالشون باشه و من حقیرم از سایه و صدقه سر اونا این زیارت و آخر عمر بدرقه راه خودم و خانوادم باشه. برام خیلی دعا کنین، التماس دعا دارم. انشاءالله حاجت روا باشید، انشاءالله همینطور که نیت کردید آقا لطف میکنه، خدای تبارک و تعالی آسون میکنه، مشرف میشید. خیلی پیشنهاد جالب و خوبی هست از همه عزیزان بیننده برای شفای عاجل همه بیماران. رحمت و غفران الهی برای همه اموات. یک سوره حمد خونده بشه، یکی برای شفای بیماران و یکی هم انشاءالله برسه به روح همه اموات، خاصه خدمتگزاران آقا سید الشهدا سلام الله علیه. انشاءالله که حاجت روا باشید. تا میایم تماس بعد رو دریافت میکنیم، انشاءالله در حین تماس بنده هم این دو تا سوره حمد رو انشاءالله توفیق داشته باشم، زنده باشم و بخونم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علی میخلف زاده. برادر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. سلامت بشید. آی میخلف زاده، قبل از زیارت امام حسین علیه السلام یه خواهشی از شما دارم که یه گره تو کارمه، یه نماز به نیت ما بخونید و او گره باز بشه. یا حسین یا حسین، من حقیقتا عذرخواهی میکنم، نمیتونم به کسی قول بدم چون شما خودتون حسابشو بکنید، بیش از 10 میلیون بیننده داره شبکه امام حسین و من با همه عزیزان اگر خدا قبول بکنه توفیق ارتباط دارم، نمیتونم به نیابت تک تک، ولی همیشه زیارت هام رو، نمازهای زیارت رو، دعاهای فرج رو به نیابت از همه عزیزان، امشب هم که میخونم از جمله عزیزانی که مشکلاتشون انشاءالله مشمول شما هم خواهد بود و خدا رو شاکرم صداتون به کربلا رسیده. خودتون الان با آقای امام حسین صحبت بکنید. چشم،
بنده هم انشاءالله زنده باشم انجام وظیفه میکنم. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولو جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و جمیعا و رحمت الله و برکاته. آیه امیر قلبزاده قبول باشه جانم، جون هر کی دوست داری برای ما دعا بکن. به چشم چشم، حتما حتما دعا بکن. یا حسین، یا حسین، یا ابا عبدالله، آقا عنایتی بکنید، آقا جان عنایتی بکنید. این برادر ما الان صداش رسیده به کربلا و من رو قابل دونسته من نائب الزیاره باشم. آقا شما رو به غربت برادرتون آقا امام حسن مجتبی قسم میدیم، گره از کار و مشکلات همه و همه، خصوصا این برادر عزیزمون که الان با این حالی که داره مثل ابر بهاری عشق میریزه، به عشق شما، به عشق این که بزرگواری شما شامل رحمت همه ما هست، شامل لطف همه ما هست، شامل این که گره از مشکلات هممون باز بشه عنایتی بکنید، مشکلات همه مرتفع بشه. اللهم آمین. خواهش میکنم برادرم، انشاءالله حاجت روا باشی و خیلی زود تماس بگیری به برکت دعاهایی که بقیه بینندگان کردن و آمینهایی که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف عرضه کردن در خانه خدا. مشکلتون حل شده و به شکرانه حل شدن مشکلتون بار سفر بستید و تشریف میایید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. صلوات الله عليك يا مولاي يا حسن المجتبى، صلوات الله عليك يا غريب مدينة، صلوات الله عليك أيها المسموم، صلوات الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء. خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه اونها رو که دستور قتل آقا امام حسن رو دادن به اون اکتفا نکردن در موقع تشییع پیکر مطهرشون، این پیکر رو تیرباران کردن. اللهم لعنهم جمیعا. آجرک الله یا مولا یا صاحب الزمان، آجرک الله یا مولا یا ابا عبدالله الحسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، انشاءالله همگی حاجت روا باشید. حقیقتا اینا تشابیهه، انسان اینها رو که میبینه دگرگون میشه. خدا به داد قلب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسه که این صحنه ها رو دیده و میبینه، دیده و میبینه. فقط
منتظر امر خدای تبارک و تعالاست که ظهور بکنه و انتقام خون جد بزرگوارش آقا امیر المؤمنین، آقا پیامبر اکرم، مادر غم دیدش، اجداد بزرگوارش تا پدر خودش رو از ظالمین بگیره. خدا لعنت کنه اون افرادی رو که در حق اهل بیت جفا کردن و متاسفانه اعوانشون هنوز هستند و در حق اهل بیت جفا و ظلم میکنند. بعد از اهل بیت حتی به شیعیانشون هم رحم نمیکنند. در جای جای این کره خاکی هر از گاهی میشنوید، در افغانستان، در پاکستان میبینید چگونه تعرض میکنند به شیعیان مظلوم آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اینها به غیر از محبت و محبت آقا امیر المؤمنین اولادشون چیز دیگری ندارن. اسلحه‌ای بر نداشتن در هنگام عزاداری با دشمنان به جنگن، به سر و سینه خودشون زدن، بعدن به خاک و خون کشیده شدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین والکافرین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید خواهرم. بفرمایید زیارت. از آقای میخواهد سلام علیکم. بزرگواری بفرمایید از طریق تلفن با ما همراه باشید. سلام علیکم. یا اول حضرت عباس یا خانه بنی هاشم یا بابا تبارج، سعادت امام مشتبه رو تسلیت میگم خدمت امام حسین و اول حضرت عباس. انشاءالله که به طلب امام خیلی دوست داریم ولی قسمت اون امسال نشد. خیلی التماس دارم. انشاءالله حاجت روا باشید. انشاءالله تا این لحظه میفرمایید قسمتتون نشده. انشاءالله آقا لطف میکنه، اگر بیماری هست بیماری رفع میشه، اگر مسائل مادی هست مسائل حل میشه، اگر مشکلات هست مشکلات انشاءالله حل میشه و همت میکنید کوله بارتون رو بر میدارید و خودتون رو مخلوط این سیل عظیم زائر امام حسین علیه السلام کنید. اصلا دلم کنده شده، اصلا این تصویر من با گریه و با یا حسین یا حسین خیلی دلم بخواه. آقای میخواست داده برای شوهر من فوت کرده اونجا یه فاتحه بفرستیم. خدا رحمتشون کنه. بنده خوندم فاتحه برای همه اموات، باز هم خودم هم به عزیزان سفارش میکنم برای غفران و رحمت الهی که شامل اموات از شیعه میشه. انشاءالله همگان فاتحه قرائت بکنن و هدیه و دست گلی باشه برسه به روح همشون. اللهم آمین. یا علی مدد. حتما انشاءالله به شرط حیات. خدا نگهدار شما باشه. صلوات الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. انشاءالله خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه زیارت از نزدیک آقا امام حسین علیه السلام. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل عباس، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حضرة الزين، السلام عليك يا قيّم. يا حسين يا حسين بيجي طريق مشكلات ان شاء الله دعا گو بنای ابو زیاره خواهیم بود ان شاء الله به شرط حیات مشرف بشیم حرم مطهر آقای امام حسین، حاجت روا باشید و ان شاء الله نصیب و قسمت شما و همه عزیزان هم بکنه دست انداختن در پنجره های ذریح مطهر آقای امام حسین علیه السلام. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو صدای شما رو داریم. سلام علیکم. خدمت شما آقای میرخلف سلام و عرض تسلیت دارم. ایام شهادت آقا امام حسین و آقا امام حسن برادر بزرگوار خدا انشاءالله به شما جزای خیر بده، اجر همگیتون با حضرت زهرا. بفرمایید عرض تسلیت خدمت آقا امام حسین داشته باشید. بله. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین سید الوسیم، السلام علیک یا فاطمه الزهرا بنت رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین حسن مشتبه، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. السلام علیک یا ابو عبدالله و بنت موتو، السلام علیک یا ابو عبدالله و الوه التي خلصت نور علیک من سلام الله ابدا ابو بخیت و مدی اللیل و صلوات الله علیکم اجمعین. ان شاء الله این حال خوشتون رو در حرم مطهرشون کنار ذریح مطهر پایین پای حضرت اون جایی که آقا شاهزاده علی اکبر مدفون هست بتونید به همه این بزرگواران عرض سلام داشته باشید و بعد از اون پنجره ذریح مطهر اصحاب آقا سید الشهدا سلام الله علیه بتونید سلام بدید. حاجت روا باشید خواهرم،
انشاءالله ما هم دعاگو و نایب الزیاره خواهیم بود. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلوات الله علیکم یا اولاد حیدر الكرار، صلوات الله علیکم یا ابناء فاطمه الزهراء سیده نساء العالم. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. سلام عزیزم. السلام علی حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. السلام علیکم حسین. جانم یا حسین. با بزرگ من بعد کربلا مرتبه. عذرخواهی میکنم صدای شما برای من قطع شد. میشه یه بار دیگه تکرار؟ پدر بزرگشون اومده کربلا، انشاءالله صحیح و سالم باشن، شما هم به صحت و سلامتی مشرف بشید. خودتون رو معرفی میکنین از کجا زنگ زدین؟ آسان از کرج. انشاءالله حاجت روا باشید. با آقای امام حسین چه صحبتی داری بگی؟ دیروز شهادت دختر بزرگوارشون حضرت رقیه خاتون بود، امشب هم شب شهادت آقای امام حسن مجتبی برادر بزرگوارشونه. چی داری با آقای امام حسین صحبت بکنی؟ امام حسین شفای همه مریضا رو بده، هر کی گرفتاری داره حل بشه گرفتاریش. یا الله. ما هم به ما. یا الله. ما هم امام حسین به طلب که بیان تابوته. انشاءالله 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 حاجت روا باشی، هم شفای همه بیماران. حتما انشاءالله دعاگو هستم. انشاءالله با دعایی که شما کردی و آمین آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف، همه بیماران شفا پیدا بکنن، گرفتاران رفع گرفتاریشون بشه و عاشقان زیارت جد بزرگوارشون آقای امام حسین علیه السلام نصیب و قسمت همه بشه. اللهم آمین. ممنونم. صحبت دیگری که ندارید شما؟ سلام ابو. سلام عزیزم. سلام علیه و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین. آقا جان به طلب بیاییم تابوست. الهی آمین. بینا رو خداره هستن از کرج. انشاءالله حاجت روا باشید عمو جان. شما هم انشاءالله با همه افراد خانواده مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. الان توی ایران و کرج حوالی ساعت 12 شب، به چه عشقی شما بیدار موندید و پای شبکه امام حسین نشستید؟ به عشق امام حسین. جانم آفرین به این معرفت، آفرین. ممنون از این برنامه خوبتون آقای میر خلف‌زاده. خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنم. انشاءالله آقای امام حسین دستگیر همه شماها باشه و قطعا هست. شما هم ارتباطتون انشاءالله بیشتر از قبل همراه با آقای امام حسین باشه. خدا عاقبت به خیرتون بکنه. ممنونم. سفید بخت باشید انشاءالله. یا علی مدد. الحمدلله رب العالمین. قربون تو یا سید الشهدا. قلبها کوچیک و بزرگ نمیشناسه. اگر من رو به دوربین نگاه نمیکنم دارم به گنبد آقا سید الشهدا نگاه میکنم. قلبهای کوچیک و بزرگ عاشق شماست.
همیشه کرده خدای تبارک و تعالی با قلبهای این مخلوقات، با این انسانها. وقتی فردی شما رو بشناسه با سه بار ذکر اسم شما غیر ممکنه قلبش نشکنه و قطرات اشک توی چشمهاش حلقه نزنه. یا رب العالمین ممنونیم ای خدا، ممنونیم، متشکریم، اهل بیت رو برای ما قرار دادی که شفیع ما گناهکاران و ما بندگانت باشند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین و البراءة من اعدائهم اجمعین. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای میکاله. برادر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. یا حسین. حسین جان، عذاب کفید. چند تری آمدی؟ امسان هم دعوت کن میایی. انشاءالله. یا عقل عالمی. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. خدا انشاءالله حاجت رواتون بکنه و جزای خیر بهتون بده. از هر کجای هر عزیزی که تماس میگیره امیدواریم نصیب و قسمتش باشه. این عزیز دلمون هم از همدان صالح آباد تماسشون وصل شد، الحمدلله رب العالمین. من اصراری ندارم که هر عزیزی که تماس میگیره به ما بگه از کجا تماس میگیره، ولی خوشحال میشیم بدونیم پنجره امام حسین علیه السلام تو چه خونه الان بازه، توی چه کارگاهی بازه. عزیزی که میگفت ما تو معدن کار میکنیم تماس گرفت. ما تو معدن کار میکنیم و برنامه رو میبینیم و با شما خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام میکنیم. امیدوارم همتون حاجت روا باشید. تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عمو. سلام عزیزم، به کربلا خوش اومدید. سلام علی حسین. سلام علی حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین امام رضا به طلب بیان کربلا. یا الله بیانیم کابوته انشاءالله انشاءالله. اما ممنون از اینکه وقت میذاری توبت میکنی. خواهش میکنم عزیزم، انجام وظیفه میکنی. من یه خونه معلمونم. دعا کنید بیان کربلا، اینطور من یه تعزیه خوب میکنم. الهی آمین. انشاءالله انشاءالله آقای امام حسین شما و همه عزیزان رو محافظت بکنه و بتونی خدمتگزار آقا سید و شهدا و اهل بیت در تمام عمرت باشی. انشاءالله عمر پر خیر و برکتی داشته باشی عزیزم. خواهش میکنم. من امیرعلی هستم از کرج. انشاءالله حاجت روا باشی. مهمانان کرجیمون امشب الحمدلله رب العالمین زیادن، خدا رو شکر. خدا همه عزیزان رو در همه جای این کره خاکی محافظت و سلامت بداره. توی مدت باقی مانده در حدود کمتر از 7 دقیقه فرصت داریم، باز هم تماس وصل میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام على الحسين وعلى أرباب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا حمد، السلام عليك يا حمد، السلام عليك يا حمد، السلام عليك يا أبو أفضل الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خانم زينب، السلام عليك يا خانم يوغاجة، أو بزايد عناية الله، أو بزايد عزة، أنت معزة بزايد شفاعة الله. اللهم آمين. متاسفانه تماس این خواهر بزرگوارمون قطع شد. با اینکه من واقعا متاسفم که زبان ترکی و آذری بلد نیستم، ولی یک کلمه شفاعت شنیدم و عرض کردم آمین. الانم عرض میکنم اللهم به حق الحسین الشهید ارزقنا فی الدنیا زیارتهم و فی الاخرت شفاعتهم به حقهم اجمعین اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خواهرم، صدای تلویزیونتون خیلی بلنده، اگر لطف کنید تا آخر کم بکنید ممنون دار شما میشه. ممنون، متشکر. بفرمایید زیارت آقا سید الشهدا. علیکم السلام. سلام عمو جان. ممنونم از احوال پرسی شما، به برکت دعای شما ها خوب. خدا رو شکر. من اسمم رایی هست ولی میخوام دعا میکنم. جانم قربون اسمت برم و قربون اون نازدانه آقا سید و شهدا. بفرما عمو جون. آقا السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی علی ابن الحسین. یا آقا میخوام همه مریضا شفا بگیرن. الهی آمین. خانه همون شفا بگیر، خانه هم سرطانیه، میخوام همه این مرض ازش بره. یا حسین یا حسین، برای دعا کنید حاجی. به حق آقا ابوالفضل العباس یل ام البنین ان شاء الله باب الحوائج الى الله تمام بیماران. یا به حق رقیه، یا رقیه، یا رقیه، میخوام همه مردم شفا بگیرن و بیشتر خانم شفا بگیرن. الهی آمین، الهی آمین. آقا خیلی ممنون، من از تو بالا صدام گرفته، نمیتونم حق بزنم، نمیتونم چرا صدام گرفته. خدا انشاءالله سلامتیتون بده، شفای عاجل هم به خودتون هم به عزیزی که گفتن سرطانی هست انشاءالله. به حق بیبی رقیه خاتون سلام الله علیها، همه بیماران لباس عافیت بپوشند و خیلی زود به ما خبر بدید که به برکت دعای آقا امام زمان بیمارتون شفا پیدا کردن. اللهم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ما از احوال نیدید انشاءالله. حاجت روا باشید. ممنونم از تماستون خواهرم. یا حسین، 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 یا حسین،
انشاءالله خواهرم حاجت روا باشید به برکت دعای خیر آقا امام زمان، اللهم آمین. و خیلی زود تماس بگیرید، بیمارتون بیماراتون خوب شدن، به شکرانه سلامتیشون میخواهید بیاید حضوراً از آقا امام حسین آقا ابوالفضل العباس تشکر بکنیم. فقط 1.5 دقیقه فرصت داریم، این هم مال دعای فرج آقا امام زمان. انشاءالله با فرج مولا برای همگان فرج حاصل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان وأنت وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید، به خوبی بتونید در خانه خدا عبادات و اعمالتون رو انجام بدید، در حق اهل بیت به راحتی با امنیت کامل عزاداری هاتون رو بکنید و ان شاء الله شفیعه روز جزا بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دستگیر هممون باشه. با ذکر شریف اللهم عجل لولیک الفرج همه شما رو به خدا میسپارم. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا فردا صبح ساعت 9:30 به وقت کربلای معلا و یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی.